دوستای خوبم به کلاس درس امروز ما خوش اومدین. امروز میخوایم با هم با یه مثال یکی دیگه از کاربردهای ماتریس مجاورت رو که در جلسه های گذشته تعریفش کردیم ببینیم. خب یه راست بریم سراغ مثال. یادتون میاد گفتیم اگر آ یه ماتریس مجاورت باشه مربوط به یه گرافی ماتریس مجاورت آ یادتون میاد گفتیم که درایه آ آی آی یعنی روی سطر آیام و ستون آیام یعنی روی قطر اصلی ماتریس ای به توان دو یعنی A یه بار در خودش ضرب بشه نمایشگر درجه راس وی آی هست اینو یادتون میاد با هم دیگه اثبات کردیم خب این یکی از کاربردهای ماتریس مجاورت بود که بدون اینکه اصلا بدونیم گرافش چه شکلی است اگه یه بار در خودش ضربش کنیم روی قطر اصلیش میتونیم درجات رؤوس رو بخونیم اون عددی که روی قطر اصلی تشکیل میشه درجه روز هستش حالا تو این جلسه سوالی که میخوایم با هم دیگه بررسیش کنیم اینه آیا درایه آ آی جیوم ماتریس آدو نمایشگر چیز معنیداری هست یا نه یعنی درایه که روی قطر اصلی نباشه رو سطر آیوم ستون جیوم باشه کلا درایه های غیر از قطر اصلی ماتریس آب توان دو آیا نمایشگر چیز معنیداری توی گراف هستن یا نه خب من اینجا ادعا می کنم که این درایه های جیوم ماتریس آدون نمایشگر تعداد مسیرهای به طول دو بین رؤوس وی آی و وی است هست خب حالا ببینیم این اصلا یعنی چی؟ یعنی من دارم ادعا میکنم که اگه ماتریس آ رو تشکیل بدیم نه تنها میتونیم درجه رؤوس رو از روی قطر اصلیش بخونیم بلکه میتونیم یه اطلاعات دیگر هم از روی بقیه درایه های غیر قطر اصلیش دریافت کنیم که اون اطلاعات این هست که درایه روی سطح ستون جیم به ما میگه چند تا مسیر به طول دو بین رؤوس وی آی و وی جی وجود داره خب این خیلی جالبه دیگه ببینیم با هم میتونیم اینو اثبات کنیم در حالت کلی بگیم برای همه گرافها و ماتریس های مجاورتشون درسته یا نه برای اینکه این کارو بکنیم اول بیاین با همدیگه یه دور با دقت نگاه بکنیم که اصلا مسیر به طول دو یعنی چی بین دو راست قبول داریم که مسیر به طول دو چیزی نیست به غیر از وجوده یک رأس واسطه بین وی آی و وی جی. یعنی یه مسیر به طول دو معادله با وجود یه رأس واسطه بین وی آی و وی جی. به چه معنی؟ یعنی اگه این وی آی باشه در یه جایی از گراف این وی جی باشه یه جای دیگه کافی فقط یه رأس واسطه ای که مثلا با فرض کنید وی همجور وی خالی نمایشش میدن باشه که با هر دوی اینا در ارتباط باشه حالا دیگه بقیه شکل گراف مهم نیست مهم اینه که اگه فقط یه رأس واسطه وجود داشته باشه شما میتونید با رجوع به این رأس و بعد از طریق اون یالی که متصلش می‌کنه به وی جی رفتن به وی جی یه مسیر به طول دو تشکیل بدین پس در واقع مسیر به طول دو معادل با وجود یه رأس واسطه یعنی رأسی که با هر دوی وی آی و ویجی یال داشته باشه خب اینو تو ذهنتون داشته باشین حالا بیاین با هم اول به طور شهودی این قضیه رو اثبات بکنیم خب اول بیاریم ماتریس A به توان دو رو تشکیل بدیم A به توان دو یعنی A زب در به خودش دیگه حالا A چی بود؟ A یه ماتریسی بود که روی سطراش V1 V2 به همین ترتیب تا Vn بود یه جایی این وسط ها مثلا Vi تا Vn و روی ستوناشم دوباره به همون ترتیب رأس ها بودن و یه جایی فرض کنید این وسط ها وی جی هست بعد یه بار دیگه اینو در خودش زرد میکنیم مثلا باز فکر کنید سطر وی آی میفته اینجا ستون وی جی میافته اینجا و بعد این به ما ماتریس آ به تمام دو رو میده که باز دوباره سطر وی آیش اینجاست ستون وی جیش اگر اینجا باشه ما میخوایم ببینیم درایه جی یعنی درایه که اینجا واقع میشه رو سطر آیام ستون جیوم چه ارتباطی با رؤوس وی آی وی جی داره خب اول برای یادآوری دوباره با همدیگه مرور میکنیم که ضرب ماتریسا در واقع درایه وی آی جی آی اینطوری تشکیل میشه که شما سطر آیوم از ماتریس اول رو میگیرید ستون جیوم از ماتریس دوم رو هم میگیرید بعد اینا رو درایه به درایه با درایه های متناظرشون این طرف مثلا به همین ترتیب ضرب میکنید مثلا این ضرب در اول با اولین درایه ضرب میشه دومی با دومی و به همین ترتیب آخری با آخری و اینا حاصل ضرباشون با هم جمع میشه و یه عدد رو میسازه که اون عدد آ ما هستش خب حالا دقت کنید مثلا فرض کنید این اولین زبدری که اینجا گذاشتم این درایه میخواد با درایه متناظرش یعنی اولین زبدر اینجا ضرب بشه خب هر کدوم از این زبدرا عددش یا یکی یا صفر دیگه گفتیم درایه‌های ماتریس مجاورت کلا یا صفرن یا یک حالا چه زمانی ضرب این دوتا باعث میشه که به ما یک بده وقتی که هر دوشون یک باشن درست اگه یکیشون صفر باشه که خب حاصل ضربشون صفر میشه و در نهایت وقتی هم جمع میشه همه با هم چیزی اضافه نمیکنه به درایه آی پس فقط وقتی یه, یه عدد به درای آج اضافه میشه که هر دوی اینا یک باشن و یک بودن هر دوی اینا به چه معنیه بیایم یه دور دیگه برگردیم به تعریف ماتریس مجاورت یک بودن این به معنی این هست که رأس وی آی با رأس وی یال داره یک بودن این به این معنیه که رأس وی جی با رأس وی یال داره پس در حقیقت وقتی حاصل ضرب اینا یک میشه و یه عدد به آی اضافه میشه به معنی این هست که یه رأسی مثل وی یک وجود داره که هم با وی آی یال داره هم با وی جی شما تصور کنیم مثلا این رأس واسطه وی یک از چه یه مسیر به طول دو بین این دوتا تشکیل میده و به همین ترتیب برای درایه های دیگه هم این صادقه پس اون حاصل جمع در واقع تعداد رخدادهایی رو میشماره که در اونها دو تا درایه متناظر یک بوده باشن هر جفتشون یعنی یه رأس واسطه بین وی آی و وی وجود داشته باشه پس از اینجا میفهمیم که واقعا درایه جی یعنی درایه هایی که روی قطر اصلی ماتریس آ 2 نیستن نمایشگر تعداد مسیرهایی به طول دو بین رؤوس وی آی و وی جی هستن و اینم یکی دیگه از کاربردهای ماتریس مجاورت هست که بدون اصلا نگاه کردن به شکل توپولوژیک گراف شما میتونید تعداد مسیرهای به طول دو بین دو رست رو از طریق زرد کردن ماتریس مجاورت در خودش متوجه بشین خب تو کلاس درس بعدی میبینمتون